بنام حالا یک تو توانا السلام علیکم دوستدارای تلویزیون طلوع و خصوص برنامه بانو و یک سلام جداگانه خدمت بانوی عزیز. خدا کنه صحتمند باشین و یک روز خوب و خوش داشته باشین. خورا گرامی بیندای عزیز برنامه بانو سلام علیکم. خوشحال هستیم که باز هم وقت نشر برنامه شما فرا رسیده و دوستای ما تعجب خواد کردن که دکتر سب چینش همه کردن. بله. امی چند لحظه پیش یک مادر بر من زنگ زده بود. بله. و یک موضوع رو گفتم فرزان جان من میخواستم امیر بر من نوشته کنین. بله. من زیاد فرزان جان متاثرم شدم که چرا بعضی کسا با مادر خود چنین رفتار میکنن. خب تا وقتی که تماس های شما دوستا رو با خود می داشته باشیم شماره تلفن ما را حتما به یاد دارین 0796-00-8656 شماره پیامگیری برنامه ما است. میتونید به برنامه زنگ بزنین و پیام های شما که از طریق 456 هم وصلت کرده پیام های شما نیز با ما هست و تماسی که امروز خواهر ما با ما می چند از پیش صحبت کردن گفتن که بله ای بانوی عزیز شکایت از ای داشتن گفتن که پسرم 2 سال قبل عروسی کرد و فامیل عروسم پسرم از یاد تحریک کردن که حتما باید جدا شد و 6 ماه قبل پسرم جدا شد. البته در یک حوالی زندگی میکنیم. حالا گفته هر شب فامیل عروسم در خانه پسرم تا نیمه های شب رقص و سادری دارن و ما و با 2 دختر بدبختم گفته در خانه فقط تماشا میکنیم و اصلا توجهی به ما ندارن. حتی گفته مرا سلام هم نمیدن. بله خب فرزان جان ببینیم که واقعا در خانواده من نمیفهم که من ایرانم پسر ازی هستم که اینا در کدام فکر هستن. بله. آیا وقتی که شوهر از اونم فوت کردن بله. و اینا گفتن هم یک بچه دارم 2 دختر دارم. بله. 2 دخترشون در یک خانه. خب اینا به ایواز ازی که فکر بکنن که در چی مسئولیت های در قبال مادر خود دارن. بله. در قبال خواهرای خود دارن و در جن به ازو که یک در مسئولیت های در قبال همسر خود دارن. بله. ولی بعضی کسها چنین بی تفاوت چرا میشن؟ چرا همین مسئله ایجاد میشه؟ اگر ما واقعا در خانواده ها وقتی که یک بسیاری کسها هست که میگن که وقتی که همین پسر عروسی کرد کاسه سرراستش میگه سرچپه میشه. بله. خب همین چرا میشه؟ عواملش یک بار دریافت بکنیم که چرا؟ مثلا مهر و محبت و صمیمیت مادر حتما در دلشان هست. ولی امی چرا یک دفعه کوچ میکنه؟ چرا به این فکر نیست واقعا در بین یک خانواده به عوض از اینکه مادرم بشینه در خوشی اشتراک بکنه. بله بله. خواهرکایشان هم بشینه در خوشی هر محفل کسی همینجا اشتراک بکنه. خیره که نانش جدا هست. بله بله. جدا در جنب از این خب اگر امکان داشته باشه که نه در کنارشون میبود خوب گپ بسیار خوب. و در جنب از این مسئولیت های دیگه هم یک مرد داره. ولی عواملش اگر یک بار بسنجیم که عواملش چی هست؟ چرا بعضی ها انواره خانم ملامت میکنن در همچون موارده که میگن تماما گناهگار قصوروار خانم است. آیا واقعا خانم است؟ فرزان جان چی فکر میکنی؟ نه من فکر میکنم رول بسیار اساسی را خود شوهرشان بازی میکنن. بله به خاطر از این است که بعض اوقات خانم شاید که یک کار بکنه که گپای ناحق یا حق یا هر چیزی که است انتقال بده و بعدا یک طریقی باشه که یک شبیه را پا پیش بگیره که اونا را تحریک بکنه. ده. ولی در مجموع صلاحیت هم مثل این کار در مغز ما بعضی چیزهای هست که رخ نمی کنن. ولی در مجموع در مغز قسم نظام هست که انسان خودش تصمیم میگیره که آیا این کار را بکنه یا نکنه. خب برفای خود ادامه میتیم. یک خواهر ما روی خط تلفن است. خواهر بفرمایید. یکم بلند صحبت بکنیم. بله بله صدایتون بسیار پخش است. آوازتون بسیار پخش است خواهر گل. علیکم السلام بفرمایید. ما بسیار پخش می همکارای تکنیکی بفرمایید. بله زنده باشین خواهرک عزیز بفرمایید. ببخشید ما یک مشکل داشتیم. بگوین مشنویم. 25 سال 23 سال از ازدواج من میشه. من خانم خانه هستم. خب بله عروس هم دارم. حالا این شوهرم فعلا با کس دیگه ارتباط داره که ملام از خودش دستی پیر گرفته. مثلا من به مشکلات بسیار زیاد مانده. بچه های جوان دارم من. سرزمی کارش یک تقریبا یک 5-3 سال 4 سال پیشتر یک بچه 20 سالیم خودکشی کرد. مگر می باز هم شرم نداره. حالا من میگه یا امروی بچه های خانه بیدوشو یا ما اونمو خانم عقل میکنم میارم از بخانه ما.
مشکل ما اعتراض کنم. امی شوهرتان با شما چی مشکل دارن؟ شما خب یک زن... هیچ مشکل هم نداره. زندگی ما بسیار آرام بود. تقریبا یک سال صف مایی میشه که ارتباط پیدا کرد. امره کلام خواهد. نه شما گفتین که بچه 20 سالتان خودکشی کردن گفتین؟ بله. اونو... در اثر امی کارای عیاشی شوهرم. این موضوع بود یا کدام مشکل دیگه هم داشتن پسرتان؟ باز از توبه کلان تقریبا 3 سال پیش. خب. توبه کلان باز از توبه خود فیلن که دستی پیرام گرفتن صوفی هم هستن. اینال باز امره کدام خانم دیگه تقریبا 6-7 ماه میشه ارتباط پیدا کردن. بر ما میگه یا قبول که کم خانم خانه ما بیایه یا کس امره بچه تر کار میکنی یا ما پول میکنیم اونم خانم پول هم میتم هم بینیم یک طرف یا کس مثلا نیرمی مشکل ما را دیگه نمیفهم چی کنیم. خب تشکر. بچه جوان دارم. 4 تا بچه جوانم دارم. خب چند ساله است خواهر عزیز؟ چند ساله است شوهرتون؟ شوهر ما تقریبا 42-43 باشه. 25 سال مزرسی کنم میشه باچ تو؟ 15 ساله 16 ساله بود کنسی کنم. خب خب تشکر شما خواهر. مشکلتان نگرفتیم خداحافظتان. 0766-006-56 شماره پیامگیر برنامه ما هست و بازم حرفای خود را ادامه میتیم که گفتم اگر تنها یک موضوع باشه که مثلا واقعا فرزانه جان آدم یک سیدر که این کارم کرده نمیتونه. بعضا کسایی هستن که در وقتی که با یک پسر عروسی کردن باز اینمی یک موضوع را فراموش میکنن که امو شوهرشان در جنب بازی که شوهر از اینا هست پسر کسی دیگه است، برادر کسی دیگه است. یعنی اینمی موضوع را باز میگه که وقتی که یک کاملا یک شوه انحصارگرانه را در پیش میگیرن میگن این شوهر کاملا از ما هست، درست است که از اونا هست ولی فردا روز ایرم باید متوجه بشن که فردا روز باید همین حالت بالای خودشان هم یک شاعر میگه میگن قدر گرم از بازار مکافات عمل دیده اگر بینا بود هر روز روز محشر است. ولی اگر یک انسان دیده بینا داشته باشه و واقعا فکر بکنه که هر چیزی که میکنیم عملا میبینیم، این جهان کوه است و فعل ما ندا سوی ما هایت نداها را صدا. چی میگیم؟ اگر بله بگوییم بله میشنیم، اگر مرگ بگوییم مرگ میشنیم. پس به او خاطر مهم اساسی است که شما با پسرتان صحبت بکنید، پسرتان رو بشناسین، بشانین، امراش صحبت بکنین. چه قسم صحبت بکنین؟ احساساتش شما تحریک بکنین. یعنی بعضی کسا هست که احساس در وجودشان میمره، گرایش به طرف یک طرف پیدا میکنه و فقط بعدن کسای دیگه که شاید که خانمشان یا فامیل خانمشان در قبال شما چیزایی گفته باشه، بعدن شما هم پسرتان چیزی گفته باشین که یک مشکل ایجاد شده باشه، انمی هست که هر قدر شما از پسرتان دور باشین با مو اندازم و میر و محبت و صمیمیت کم میشه. ببینین یک طفل چیزی یک طفل یک انسان مجذوب میسازه، ولو که یک طفل کس نمیشده همین خود محبتش خود محبت طفل انسان مجذوب خود میسازه که خودش محبت تولید کرده میره که باعث ازی میشه که بزرگان همیشه برش توجه بکنه، کار را انجام میده اصلا فقط هیچ. اعمال کردارشو بعضا حرفایش از مسئولیتش. بله. پس به او خاطر اینمی موضوع را آدم میتونه بسیار چیزا را از اطفال بیاموزه. پس به این خاطر اینمی مسئله که دوری زیادتر نشه، شما هم مثل ما شاید محبتتان هست در قلبش ولی آهسته آهسته روی از او را مثل که چوب دروش کاملا خاکستر میگیره سوخته میره ولی قوقش هست. بله بله. در اینمی مواقع شما از اینمی استفاده بکنین که پسرتان بشانید برش بگوین که نه به قسمی که اونو شما اتو بکنین که در مقابل خانم از او عقده داشته باشین یا بخواین از خانمش عقده بگیرین، این مسائل عقده و گپا رو کنار بگذارین. یک چیزی که شما به خاطر داشته باشین که باید که او در قبال شما که مادرشان هستین، شما اونا رو به دنیا آوردین، در قبال شما مسئولیت داره، باید که وظایف خود را انجام بده، در قبال خواهرای خود مسئولیت داره. دونیز دیگه که یک نفر که عروسی کرد بوده که تمام این چیزا رو کنار بگذاره فقط خانمش باشه، باشه. تو ناممکنه در زندگی. پس به این خاطر وقتی که شما برشان بشینین صحبت بکنین بسیار صمیمانه، چرا حرف مادر حرف است، ولو که هر چیزی که بینتون بوده باشه، شما کدام کار نکردین، خب گفتیم که به طریق از اونا میخواستن که جدا شن و اینا هم جدا شدن. بعض کسا فرزانه جان یک موضوع دیگه هم است، ببینید در یک خانواده وقتی که یک عروس هم میارن، عروس هم خواستش همیست که در اون خانواده مثلا برادرش، خواهرش، مادرش بیه. ولی شاید اون وقتا شاید من نمی‌فهمم که شما این کار کرده بودین یا نکرده بودین، ولی در مجموع شاید که قسم شده باشه که
اونا احساس کرده باشن این موضوع را که، یا شما هم بعض اوقات نمیخواستین که خانواده از بابه، بالاخره اونا هم قسم کار کردن که بالاخره کاملا جدا شدن و حال امو عقده های سابقه بیرون میکشن، که گفتن هر شب هستن تا وقت های شب رقص و بازی احساساتیه. حالا چی فرق میکنه که همین مسئله به می شکلش باشه؟ خیره، هیچ کس نمیتونه خوشی یک کس رو بگیره. خودمو هر روز تانم تقاضا کنم بچم بگم من هم میخواستم که می شکل باشه، ولی چرا ما دور باشیم؟ حالا ما چرا در خوشی های شما یک جای نباشیم؟ خواهر گل، باور بکنید که انسان به زور، با عقده، به جنگ، به دعوا هیچ چیز به دست آورده نمیتونه. انسان میتونه با مون رفتار نیک، گفتارهای نیک، میتونه که یک انسان مجذوب خود بسازه، او جذب بکنه و بالاخره او را وادار بسازه. اما احساسات پسرتان وقت تاریک شد، وقتی که خودشان درک بکنه که واقعا ما در یک خانواده به این شکل زندگی میکنم، در یک جایی و در جنب زی خواهرای مادرم در این یک حالت است، دفتان خودشان یک جد کمی خوانن و احساس میکنن که واقعا به خطا رفتن. و این چه وقت میشه؟ هر شما به هیچ عنوان از پسرتان باید دور نباشن. هر روز پسرتان اگر بدیدن تا نام شما برین در مخالشان بدیدنشان بشینین، کتشان گپ بزنین، با مو عروستان رفتار نیک بکنین، بار بکنین که مو عروستان پس اینمی تو چند یا تغییری را که در خانواده ایجاد کرده مو بگفته شما عروستان، پس اینمی را عروستان تغییر داده میتونه و پس همون محبت پسرتان را به شما جلب کرده میتونه و شما میتونین که یک زندگی خوش و راحت داشته باشین. وقفه کوتاه میگیریم دوست عزیز، بعد از وقفه بازم خدمت شما حاضر میشیم. بازم خوش آمدین. یا خواهر ما روی خط تلفن هستن؟ خواهر روی خط بفرمایید. بله خواهر هستین؟ بله و ای خواهر ما مشکل قسم گفتن دوستای عزیز که این چیزها رو آدم در بعضا درامه ها و بعضا چیزها میبینه. بله مشکل فکر آدم میکنه بله یا یک چه واقعیت نداشته باشه. بله بگان گپایی هست، ای کاش خود ای خواهر ما روی خط تلفن میبودن که بعدا چیزهای دیگر هم پرسوال میکردن. خب بر صورت اونا کوشش میکردن که صدایشان فهمیده نشه، به او خاطر فکر میکنم تماس قطع کردن. در اولین تماس ما بانوی بودن، گفتن 25 سال از ازدواجشان میشه، عروس هم دارن، بچه های جوان هم دارن، شوهرشان قبلا هم با یک کس ارتباط داشت که منجر به این شد که پسر جوانش خودکشی بکنه و بعدا توبه کرد و باز هم امی کار دوباره انجام داده و حالا میگه که من با این خانم حتما عروسی میکنم، یا گفتم مرا بانک همراه خانم برم یا او را عروسی کرده خانه خود میارم، دل خودتو بچه های تر طرفه که میره. خب من نمیفهم که بعض مردهایی که ببینین نو گفتن که 25 سال از عروسیشان میشه و سی و چند سال گفتن بچه 15 سالشان گفتن، با معذرت گفتن که 15 ساله بود که شوهرشان ازدواج کرده. کسایی که در امی سن سال خورد عروسی میکنن، یک موضوعی که میگم هنوز مرد جان خود نشدن، مرد جان خود یعنی اینمی موضوعست که این بسیاری کسا فقط به این فکر هستن یک بچه نوجوانه، بچه 14 و 15 ساله نوجوان است، هنوز جوان کامل نشده. بله. بعد از ختم سن 18 سالگی او را آدم میتونه که جوان بگوید. بله. ولی کسایی که در همچو سن سال عروسی میکنه، اینا کسایی میباشن که هر قدر که بزرگ شوند سن عقلانی از اینا خرد میمانند، به استثنای بعد کسایی که باز اونا افکار بزرگ دارن، میتونن که خانواده را اداره بکنن. بله. ولی بعض کسا به این شکل باز یک ضرب المثل بین مردم ما هست، میگه خویی که در طفلی نشست در مرگ برای. بله. وقتی که نمی خوی و خواص طفلی، او هنوز مسائل ازدواج درک نمیکنه، مسئولیت های خود نمیفهمه، این مسائل درک نمیکنه، اونا رو دفعتن یک بار مسئولیت به گردنش مندازه، او بعدنش احساس مثلا شاید که اینا در شاید در 16 سالگی پدر شده باشه. بله بله. 10 سالگی پدر شده باشه، اونا هنوز این مسئولیت های خود درک نمیکنن و بعض کسایی هستن که در افکار خود بعضن چیزهای دارن که پیش خود پرورش میتن و همواره بر فکر رسیدن به اونمو هارمون های منفی هستن که در ذهنشان هست. بله. چیزهای هستن که پیش خودشان هست، مثلا عقده های جنسی هم ایجاد میشه در همچو حالات های که مثلا به مو کس باید برسن نمیرسن یا بدن مسائل هستن. خب جدا از این گپایش میگذاریم که اینمی هست که هر قدر که بزرگ شده باشن، بزرگ شده برن، آیسته آیسته
اینا قسم مشکلات زیاد میشه. اینا قسم میباشن که یک انسان کاملا بی‌تفاوت، بی‌تفاوت در تمام موارد. اینا احساس نمیکنن که من در قبال خانم خود چی مسئولیت دارم، در قبال اولاد خود چی گونه مسئولیت دارم، اولاد ما باید چه قسم بزرگ شه. و ببینیم بعض کسا هستن، ما بسیاری کسا رو میشناسم فرزندان جان که از خودشان کده به مراتب اولادایشان هم با تربیه و هم با احساس و همه چیز درک میکنن و انسان های با درک هستن نسبت به پدرهای خود. بله بله. پدرشان کاملا یکان انسان بی‌تفاوت، اصلا متوجه زندگی نیست، متوجه هیچ چیز نیست و فقط به مهایش و نوش خود مصروف است. بله بله. اینمی کسایی هستن که اینمی تو بزرگ شدن این به این شکل به این مسئولیت بزرگ شدن، همیشه کوشش کردن که بار مشکل خود را یا بالای اولادای خود پرتن یا بالای مادر اولادها ها پرتن و اینمت همیشه از مشکلات گریز کردن، همواره در صدد ازی بودن که چگونه یک وسیله پیدا بکنن که فقط فقط خودشان در آرامش و آسایش باشن. اینمت پدرها باعث ازی میشن که باز بعض اوقات واقعا مثلا پرداختن به مسائل دینی، مسئولیت های دینی خود را ادا کردن در صورتی که واقعا از ته دل باشه، نه ای به شکل که نمایشی باشه، حداقل وقتی که انسان متوجه خود میشه و متوجه خدای خود میشه، وقتی که همه چیز درک میکنه، باز یک بار متوجه اعمال و کردار خود میشه. ولی متاسفانه بعض کسها هستن که عادتاً به مسائل دینی میپردازن. عبادت یک وظیفه اساسی یک مؤمن مسلمان است، ولی خب این باید به عادت تبدیل نشه. وقتی که عادت شد سرش به سجده، دلش در دنیا، در دنیا او اصلا در فکر نیست. بله. خب اونو اگر دست پیر گرفتن، اگر هر کار کردن، اگر عالم دین هستن، هر چیز هستن، ولی نتونستن که نمی موضوع را باید از خود دور میکردن. این موضوعی هست که باید یک کس همراه دنیا صحبت بکنه، گپ بزنه، بفهمونه اینا را. میگه توز خود نرفته بیرون به خدا چسان رسیده باشه. بله بله. اول انسان شرط خدا شناسی، خود شناسی است. بله. وقتی که انسان خودت و وقتی که نشناسه خدای خود را نمیشناسه. وقتی بسیاری کسا هستن که همچون مسائل عبادتش به عادت تبدیل شده. بله بله. و همیشه پنج وقت نماز خدا میخونه، ولی اون نماز اصلیه که در حضور خداوند کس استاد میشه. مثل که یک روز یک کس بر من گفت، فرزانیان گفته که ما وقتی که یک گناهی میکنم، گفت من میلازم که چند لحظه بعد من در حضور خداوند استاد میشه. اونو نماز واقعی است. بله. اون وقت که انسان فقط همه راز و نیازش با خداوند باشه و از خدای خود بترسه و بگه که من در مقابل وقتی که جای نماز انوار میکنه استاد میشه، او وقت هر لحظه در مقابل چشمش میگرده. ولی وقتی که عبادت شکل عادت به خود گرفت، باز این مسائل هر بدعت را میکنن، هر گناهی را انجام میتن و این در فکر شما نیست که من چی میکنم. فکرش به دنیا. به دنیا. پس به او خاطر با همچو اشخاص کسایی باشن صحبت بکنن. بچه 20 سالش خودکشی کرد، خب عامل شاید بابش نباشن، به خاطر کسایی که خودکشی میکنن در مجموع یک مشکل جدی میداشتن. بله بله. استثنای موارد کم، شاید یک بهانه بوده باشه. شاید یک بهانه بوده باشه، ولی بازم پدرهای بی‌تفاوت در خانواده وقتی که متوجه بچه خود نمی باشه که بچه چی مشکل داره، چی گپا باشه. حالا ما بارها گفتیم که پدر مادر باید رفیق و دوست، بهترین دوست یک بچه خود باید پدرش باشه. بله بله. حالا چه ضرورت است که بره که همراه رفیقا و دوستای خود بره گپای ناحق ناحق اونها رو بشنوه؟ خب بهترین دوست پدر باید پدر باشه. بله. میشینن برام پدر خود بگه پدر من فلانی رو دوست دارم. پدرش باز برش راهنمایی بکنه بچه این کارت درست، این کارت درست، نمی چقدر گپ خوبه. بله بله. تا این وضعی که بره که با رفیقای که اونها رو منحرف بسازن، اونها رو بد راه بسازن، با اونها بشینن نشست و برخاست داشته. بله. باشه. ولی بعضا پدرهایی هست که اصلا شرمشان میاد که با بچه خود صحبت بکنه. بله. در همچون مسائله. ولی بهتر یه است که خواهر گل کسی باشه که میشور شما را اکساد کسی در خانواده حتما یک سخنور خوب، یک کسی، یک ناسه بسیار خوب پیدا میشن که یک دفعه بشانه همراهشان صحبت بکنه و ببینه و در جنبزی بعدا مسائل مربوط میشه به مسائل خصوصی زن شوری که یک موضوع حاد است و یک موضوعی است که بین خود شماست. میتونید که ببینید که اصل مسئله در کجا هست، چرا اینقدر تمایل پیدا میشه از یک مرد که فقط و فقط به فکر یک چیز باشه. بله. که فقط به فکر از که من یک عروسی دیگه هم میکنم، همین عروسی دیگه
اگر ما بارها گفتیم که دین مقدس اسلام اجازه داده، تحت یک شرایط است. بله. و او تا وقتی که شرایط یک کس پوره نکنه خب اصلا درست نیست. بله. ولی این موضوع شما هم میفهمید که باید با اونا چگونه رفتار بکنین، ولی یک کس باید باشه که همراهشان صحبت بکنه، با هم چه اشخاص، خصوصا کسایی که گرایش به مسائل اسلامی داشته باشه، بسیار خوب میتونه انسان منطقی صحبت بکنه و دفعتا کاملا اما افکار از اونها رو چنج بکنه. بله. و تماس دیگه که در جریان وقفه گرفتیم و بدبختانه تماسشان قطع شد، سوالات دکتر سب داشتن میخواستن بپرسن هم جواب داده نشد. ای بانوی عزیز گفت دختر دارم، ایورم از اول مرا دوست داشت، الان دوست داره و قسمک سوال کردیم گفتیم به چی مناسبت مثل خواهر یاره، گفت که نه فقط میگه که هر چطور میشه من میخوایم با تو ازدواج بکنیم. فرزان جان ببینین امی ادب، ادب را پیش بعضا بسیار تعریف های مختلف داره، مختلف داره. بله. ولی ادب ادب است در هر قسمت زندگی، حتی گذاشتن یک انسان در راه رفتن هم یک ادب. بله. به خصوص خود را. بله. داره. بله. در خانواده ادب هم یک رفتارهای به خصوص خود را داره. یک چیز براتون بگم، آوازتون هم درست نمیامد خوار گل، می فکر آیستا آیستا گپ می زدن که آوازشان شناخته نشه. بله. خب بر صورت هر چیزی که بود، ولی یک چیز براتون بگویم، اگر انمی مشکل در خانواده ایجاد شده، عامل شما هم هستید. تا وقتی که یک دختر به کسی وقت نده، کسی ایور باشه، بچه کوچه باشه، کسای دیگه باشه، اصلا همی جرات نمیکنه که همه وقت چرا شما به کسی دادین که ایور شما بر شما استاد شد و براتون بگه که من شما را دوست دارم. ایور شما همی موضوع را در نظر نگرفت که خانم برادر حیثیت خواهر انسان داره. بله. ولی اینا این موضوع رو در نظر نگرفته و بی‌ادبانه رفتار کرده و شما هم گوش کردین. گوش کردن شما به معنای ازی است که شما اینمی رو وقت دادین برش، و اگر شما اینمی وقت برش نمیدادین و برش میگفتین که ما یا به مو شوهرتان وفادار میبودین و به ای اصلا چنین فکرهای شما نمیفتیدین. چرا خوارگل امی نفس انسان بسیار ظالم است، نفسنا خلاصه به خوراک نمیشه، نفس شعوانی هم که میگن و هم بعض اوقات انسان از اون مسیر زندگی انسان منحرف میسازه. چیزهایی هست که در افکار انسان مثلا خطور میکنه. ده. من یک روز دیگه در مسئله افکار گفتم که حتی افکار کنترل کردنش درست است، یعنی اینقدر ما بر خودم اجازه ندیم که در فکر خودم هر اون چیزی که در ذهن ما میگرده او را رها بکنیم و بگیم خیره این فکر است، خب عملش انجام نده. به خاطر که فکر کردن در یک موضوع یا آزاد گذاشتن یک افکارهای آلوده با گناه باعث از این میشه که اونمو جز از شخصیت انسان شود. بله. باعث او در زندگی انسان داخل شود. از هر جای نقص انسان بگیره فایده انسان فایده است. و کوشش بکنین خواهر گل که انمی مسئله را اول در ذهنتان کاملا معو بسازین، به شوهرتان وفادار باشین و به جدی برای شوهرتان برای ایورتون بگین که در این مورد دیگه کاملا از ذهن و دماغ خود این مسئله رو بیرون بکشه، ورنه برشان بگین که من بر شوهرم این موضوع رو میگم. وقتی که هر قدر که شما خود دور بگیرین، هر قدر که این موقع رو بر از اونا نتین، آیسته آیسته اونمو از افکار خودشان معو میشه و احساس دادن شما باعث ازی میشه که اونا ضمیر و وجدانشان عل از اونا رو ملامت بکنه. بله بله. ولی اگر شما قصه های لیلی مجنون شروع کردین و خودم اجازه دادین، آیسته آیسته این ویروس رشد کرده میره، رشد کرده میره و فامیل خانواده تان تباه میسازه. پس به او خاطر خواهر گل از این لحظه تصمیم بگیرین که تمام چیز مسائل میوری بالای شما هست که شما چطور میتونین که همچون مسائل را معو بکنین و اول در افکار خود و بعدا این موضوع را انتقال بدین و جدی همراهشان صحبت بکنین. مطمئن باشین که به بسیار زودترین فرصت این فتنه از خودتان و از خانوادهتان دور میشه. وقت برنامه ما دوستای عزیز تمام شد، تا تقدیم برنامه آینده تمام شما از را به خداوند بزرگ میسپاریم. الله یار و نگهدار همه تان. باقی روز خوش. خدا نگهدار.